درود خدمت شما هموطنان عزیز، اینجا استودیو دیدار نیوز و من اسفندیار عبداللهی. امروز یک ویژه برنامه داریم و یک مهمان ویژه. برنامه‌ای که کمتر با آن پرداخته شده، فرهنگ و سیاست که در رسانه معمولاً کمتر با آن پرداخته میشه و چهره‌ای که امروز ما خدمتشون هستیم و میزبانی میکنیم جناب آقای خسرو طالبزاده، پژوهشگر فرهنگی و از مدیران نشر و رسانه در دولت‌های مختلف بودند. خیلی خوش آمدید جناب آقای طالبزاده. خواهش می‌کنم. شما تمام اهالی فرهنگ و رسانه اسم شما رو می‌شناسن، یعنی اونایی که در واقع کارشون اینه، تخصصشون رسانه است و فرهنگ کتاب نشر می‌شناسن، ولی جامعه کمتر شما رو می‌شناسه. می‌خوام از خودتون بشنویم که شما کجا بودید از موقعی که انقلاب شد، کجا بودین تا امروز چه مسیری رو و چه خدماتی رو انجام دادید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از شما و همکارانتون در دیدار نیوز و خسته نباشید میگم. کار خوبی رو دارین پیش میبرید، انشاءالله که موفق باشید و روز به روز گسترش پیدا بکنه. و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه شما. من بعد از انقلاب بیشتر فعالیتم تو حوزه فرهنگ. انقلاب شد چند ساله بودید شما؟ 20 سال. بیشتر این فعالیتم تقریبا در حوزه همون فرهنگ و هنر یا کار نوشتن اینا سپری شد. تقریبا در غیر از اون سالهای اول که هم کارهای نوشتاری میکردم، سال 66 اون موقع اومدم روزنامه اطلاعات، یه مدتی اونجا کار فعالیت روزنامه نگاهی میکردم. بخش ویژه نامش اون موقع خدا رحمت کنه آقای دایی و با یه سردبیر آقای رفیع اونجا کار میکردیم. بعد یه همکاریایی با کیهان داشتم، کیهان هوایی، فعالیت ها اونجا داشتم. بعد با بعضی از روزنامه ها شروع کردم، با مجله بیان، روزنامه بیان، با اینا. البته روزنامه بیان بعدها بود و سال 70 اواخر 69 اومدم بزد ارشاد و در حوزه کتاب فعالیت های خودم شروع کردم. در بزد ارشاد بخش اداره کتاب، در واقع معاونت اداره کل چاپ و نشر بود موقع و حوزه کتاب در اینجا فعالیت داشتم که این تا سال 72 بود. بعد کارمند وزارت ارشاد شده بودیم، یه مدت مشاور بودم تو هم معاونت. بعد در تحولات دوم خرداد و در زمان مدیریت وزارت آقای دکتر ماجرانی مدیر کل چاپ و نشر بودم در وزارت ارشاد تا سال 70. بعد در سال 80. آره. بعد سال 80 با یه وقفه اومدم خبرگزاری ایرنا با آقای عبدالله ناصری. بله. بعد اونجا قائم مقام و معاون خبری سازمان خبرگزاری بودم. بعد خبرگزاری سینا رو در سازمان ملی جوانان تأسیس کردم که بعدا شد برنا. بله. و بعد دیگه خود به دوره احمدی نژاد و پایان دوره آقای خاتمی. توی مدت هم بیشتر کارهای نوشتاری و فعالیت فرهنگی و روزنامه‌نگاری انجام میدادم. با بعضی از روزنامه مثل یاس، بهار اینا همکاری داشتم تا در واقع هم در کنارش بیشتر به کارهای مطالعاتی و فرهنگی اینا انجام مشغول بودم. کار ترجمه میکردم که یه کتابی اتفاقا همین دی پیروز به چاپ سوم رسید در حوزه فلسفه و فرهنگ و فاعلیت تحت عنوان فراسوی هگل و نیچه که منتشر شده و الان چاپ سومشه. یک مجموعی از مطالعات و تحقیقات فرهنگی رو داشتم توی مدت. بعد در زمان دولت آقای روحانی در دوره وزارت آقای دکتر صالحی امیری مشاور ایشون بودم، در دوره آقای عباس صالحی هم باز مشاور ایشون بودم. در همین زمان
زمان شهرداری آقای دکتر نجفی مدیر مسئول روزنامه همشهری بودم تا دیگه باز این دوره ریاست آقای حاجی. بله آقای مرتضی حاجی. بعد دیگه باز دوباره چیز شد دوره آقای رئیسی بود که باز فعالیت ها متوقف بود و یعنی بیشتر همون باز کار مطالعاتی و فرهنگی اینا بود که تا امروز که در خدمت شما. برمان شما در دوره شما که شما همشهری بود من اومدم پیش آقای حاجی اومدم و قصد داشتیم همونجا هم کاری کنیم ولی خب رفتیم به خبرگزاری ایرنا همونجا جای شما. آقای ناصری رو آخرین بار کی دیدین؟ آقای ناصری من خدمتش رسیدم همین چند وقت پیش مریضه و گفتم یادی هم ازش بکنیم عبدالله ناصری. بله ما با ایشون همسایه ایم. من اومدم ساختمون اومدم تو همون ساختمون. بله با همسایه ایم با ایشون. خوبه یعنی همون وضعیت رو داره نسبتا وضعیت استیبلیه و خیلی هم فعال تو شبکه‌ای. ماشاءالله مغز که هنوز مثل یعنی هم حافظه کار میکنه حافظه هم حافظه هم قدرت تحلیلش همچنان هم ارتباط ما هم به صورت همون نوشتاری است. الان هم مثلا ما یه مصاحبه هم چند وقت پیش با ایشون کردم مصاحبه بسیار تند تیزی هم بود. عرضم خیلی خوب و همون دوره‌ای که شما ایرنا بودید خبرگزاری جمهوری اسلامی بودید شما و آقای ناصری هم پایه‌گذار چند تا خبرگزاری هم بودید که الان تحویل دولت شده مثلا برنا همین برنا رو که نام بردید یکی دو تا دیگه خبرگزاری هم فکر کنم شما منشأش بودی نه آقای ناصری در واقع راه اندازی کردن درست میگن الان یادم نمیاد ولی این کارا زیاد میکردیم ولی نه خبرگزاری تا اونجا که میدونم همون برنا بود که تاسیس شد برنا بود. خب شما موقعی که انقلاب شد 20 ساله بودید امروز که ما داریم صحبت میکنیم و همه کارشناسان در واقع علوم سیاسی، فعالان سیاسی، تحلیلگران انقلاب هم میگن که انقلاب ایران یک انقلاب فرهنگی مذهبی بود. این انقلاب فرهنگی مذهبی خوب بود به نظر شما؟ یعنی نیاز دوره بود، نیاز دوران خودش بود و پاسخ گرفتیم ما از این انقلاب؟ ببینید، حالا اینکه خوب بود یه خود کلمه یعنی مفهوم مبهمیه که آدم بخواد بگه خوب بود یا بد بود. یعنی در برابرش باید بگیم خوب بود یا بد بود یا نسبتا خوب بود نسبتا بد بود. این به نظر خیلی کمک نمیکنه به تحلیل دقیق اوضاع. ببینید بین انقلاب و جمهوری اسلامی تمایز وجود داره، این از تاریخی نه از مفهومی یا مثلا پیوندی که از ایدئولوژیک یا از فکری به جمهوری اسلامی برخواسته از انقلابه. ولی انقلاب اسلامی یک در واقع مقطع تاریخی است که اون ریشه های خودش رو داره ولی بسترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خودش رو داره که باید تحلیل کرد. بنابراین اون به قول معروف هیچ کس انقلاب نمی کنه، انقلاب می شود. یعنی اینکه این نتیجه اون سیاست هایی که در دهه 40 حالا انظار دیکتاتوری و اون بحث های روند اقتصاد و جهش اقتصادی که در اواخر دهه 40 داشتیم و 50 و بعد حالا سیاست های فرهنگی و اجتماعی اینا منجر میشه به یک انقلاب. این انقلاب به طبیعتاً چون امام رهبرشه و بخش مهمی از جامعه دینی در واقع نیروهای فعال این انقلاب هستن. شما یعنی از حتی مهندس بازرگان هم که نگاه بکنید من جریان های سیاسی مختلف هم که نگاه بکنید چه لیبرالش، چه تندش، چه چپش، چه متعادلش میدونید که سبقه مذهبی و دینی داره. طبیعتا جامعه هم همین بود دیگه، یعنی روند جامعه در ایران هم به همین سمت میرفت. برای این یک مقطعیه که در این مقطع یک آرمانهایی و یک تقاضاهایی و یک در واقع خواسته ها و شعارهایی شکل میگیره که تولورش در استقلال آزادی جمهوری اسلامی بیان میشه. همین استقلال آزادی جمهوری اسلامی ممکن از یک منظر بگیم که این مفاهیم مخصوصا جمهوری اسلامی خیلی مفهوم روشنی نبود. یعنی درست یک جهش سیاسی با داشتیم که از نظام شاهنشاهی داریم میریم به سمت نظام جمهوری، ولی اینکه از کجا داریم به کجا میریم خیلی روشن نبود. مخصوصا که خود مفهوم جمهوریت خیلی مفهوم روشنی هم نبود، یعنی اصلا ادبیات قوی در ایران نداشت. همه گروه ها مبارزه می کردن، منتقدین
مخالفین، مبارزان منتقد در واقع مبارزه میکردن، مخالفت میکردن، منتقد بودن، اما اینکه چی میخوان رو نمیدونستن، ولی میدونستن اینکه این نظام رو نمیخوان. بله خب شکل محتوایی نداشتن. بله ادبیات اثباتی در این زمینه، یعنی در زمینه جمهوری اسلامی خیلی ضعیفه. تندترین جریان مثل فدایان اسلام هم نهایتا با شاه مخالف بودن، نه با شاهنشاهی، با پادشاهی. خیلی از گروه های مذهبی هم در واقع در یه مقطعی در نوفلوشیاتو این مفهوم زاییده میشه، یعنی بحث جمهوری اسلامی. و اینجا ما در واقع حالا اون بحث دینی و انقلاب فرهنگی اینا میفته تو یک مسیر واقعی جامعه، یعنی تو روند اجتماعی جامعه. این تو این روند روشنفکران هستن، روحانیون هستن، مردم هستن، گروه ها، احزاب اینا همه هستن. این دیگه اون چالش ها، کشمکش ها و نزاع های بین ایناست که داره این محتوا رو شکل میده، سر سامون میده، آرایش میده. اینجاست که ما با یه مسائل و معضلاتی مواجه میشیم. حالا من در حوزه فرهنگ بخشی از این معضلات رو و مسائلی که در حوزه فرهنگ به وجود اومد و انتظاراتی از حوزه فرهنگ میره به عنوان در واقع پیشخوان و پیشانی نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به نظر موفق نبود. بهتره به نظر من البته یه ذره تاریخی تر به این قضیه بپردازیم، یعنی اینکه کلا مقوله فرهنگ و ارتباطش با دولت، حالا سیاست یا دولت زیاد تفاوتی نمیکنه، چون به هر حال سیاست هم خروجی دولته. این ارتباط فرهنگ و دولت ها بالعکس در طول تاریخ چه روندی رو طی کرده و در واقع رشد داشته، نمیدونم عقب‌گرد داشته، یه روند معنیداری داشته از زمان گذشته، حتی قبل از قبل از پهلوی تا به امروز، میتونیم اینطور خلاصه گذر تاریخی داشته باشیم به این قضیه؟ ببینید بحث من اتفاقا میخوام همین موضوع در واقع بشکافم و تا یه حدی توضیح بدم. مقدمتا برای اینکه ما بدونیم تو راجبه چی داریم صحبت میکنیم، یعنی بحث فرهنگ، من یه مقدار یه تصویری از حوزه فرهنگ بدم تا بعد برسیم ببینیم که اون مفهومه، اون تصویره چقدر با واقعیت جامعه ما انطباق داره. حوزه فرهنگ و هنر، اگر یه خود دقیق تر بخوام بگم، هنر، ادبیات، شعر، موسیقی، در واقع حوزه ایست که به قول بعضی از متفکران پنجره ایست که میشه باش جامعه رو شناخت. یعنی حالا اینکه این حوزه سفر از که بخوام تعریفش کنیم، الان اون چیستیش رو نمیخوام در واقع توضیح بدم، نزدیک بشیم به اون تعریفش. ببینید شما روندهای جامعه رو وقتی پیگیری میکنی، متفکرین معتقدن که از منظر ادبیات، شعر، موسیقی و هنر شما میتونید بفهمید نبض جامعه چیه، چه حال و هوایی داره، چه حس و حالی داره. ممکنه نتونی خیلی به روشنی توضیحش بده، بگه من کیم، ولی جامعه در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی و تولید کالاهای فرهنگی که خودش تولید میکنه، اونجا به خوبی نشون میده که جامعه چیست. فرق فرهنگ و هنر با مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی این است که مطالعات و پژوهشگران فرهنگی هنری یه سیگنال هایی رو دریافت میکنن که این سیگنال ها تقریبا از طریق اون داده ها، اون شاخک های کمی خودشونه، مثل نظرسنجی، نگرش ها و ارزش ها، این نوع مطالعات که بیشتر مطالعات مفهومی و متأثر از بحث های پوزیتیویستی و علوم تجربیه، یعنی به اون سطح رو این جامعه کار دارن که خودش نشون میده. مثلا با سواد کار دارن، با جنسیت کار دارن، با نمیم با این نوع علائم و نشانه ها کار دارم که بفهمم وضعیت فرهنگی چطوره. ولی در آثار و کالاهای فرهنگی که خود مردم تولید میکنن، خود جامعه تولید میکنه یا خود جامعه مصرف میکنه، شما میتونید بفهمید که این جامعه در واقع یه آگاهی بیواسطه ازش دریافت بکنید. زاغه جامعه رو بله. میشه فهمید برای اینکه شما در مطالعات اجتماعی با مفاهیمی سر و کار داری که از جامعه گرفتی
ولی در مطالعات در واقع فهم وضعیت فرهنگی هنری ادبی موسیقیشه با تجربه زیسته جامعه سر و کار دارید، با خود جامعه سر و کار دارید. یه موقع من با خود شما ارتباط برقرار میکنم، گفتگو میکنم، یه موقع از طریق تصویر، از طریق یه رسانه با شما دارم صحبت. حالا رسانه معنای کلیش دارم میگم، من دارم این آگاهی بیواسطه است، یه آگاهی بدون میانجیه. خب اتفاقی که میفته مثلا ببین، اگر شما بخواید تحولات جامعه را پیگیری کنید، به عنوان مثال وضعیت رمان و ادبیات داستانی رو از دهه 70 که اوج میگیره رو، تولیداتش رو و مصرفش رو اگر شناسایی بکنی، ذائقه جامعه به دستت میاد، میفهمی مردم چه گرایش هایی دارن، به چه نوع زندگی، سبک زندگی، به چه نوع در واقع روندهایی که در جامعه جهانی یا در جامعه ملی خود ما اتفاق میفته علاقمندن. حتی در مورد ادبیات که بهش اصطلاح میگفت ادبیات عامه پسند، که از این اصطلاح خیلی دقیق نیست، خود جنبه منفی داره، چون نمیشه این واقعا این ادبیات رو صرفا منظر منفی نگاه کرد. ادبیات بومی جامعه است در واقع، که شما در تاریخ ایران این ادبیات رو میبینید. بنابراین وقتی شما امروز میگید نسل زد، نسل های جوان یا نسل و سلیقه ها اینا، یک دفعه دولت و حاکمیت با یک جریانی مواجه میشه که میگه من نمیشناسم اینا، ما نمیشناسیمشون، اینا کیان، حرفشون چیه، منطقشون چیه، حرفی که اون بازجو در واقع در مورد نسل این نسل که نه من نیا میشناسم نه اونا، من نمیشناسم، با هم ادبیات مشترک نداره. این میدونی معلول چیه؟ معلول سانسوره. یعنی وقتی که در وزارت ارشاد یا در حوزه‌های انتظامی قضایی آثار و محصولات فرهنگی هنری رو سانسور میکنن، این سانسور فقط مخاطراتش یا مصائبش درگیر با هنرمند و نویسنده و شاعر و موسیقیدان اینا نیست، خود نظام رو هم مصائبش خودش رو گرفتار میکنه و اون است که یه امکان برای شناخت جامعه رو دست میده. وقتی شما یه مجموعه اطلاعاتی که داری میاد برای اینکه به جامعه منتقل نشه سانسورش میکنی، بعد همون اطلاعات سانسور شده رو روش برنامه‌ریزی میکنی یا فکر میکنی داری جامعه رو میشناسی از اون فیلتر، یک دفعه میبینی که با یه موجهایی روبرو میشی که تا باید اصلا نمیدونستی کجا و چی بوده، کجا نشأت گرفته. بنابراین سانسور یه تیغ دو لبه‌ایه که علیه هر دو نفر کار میکنه، همون کسی که سانسور میشه و همون کسی که سانسورگره. اون سانسورگر مخصوصا یه قفلتی رو درش ایجاد میکنه که احساس میکنه که میفهمه و آگاه نسبت به جامعه، ولی نمیدونه که با سانسور بخش عظیمی از فرهنگ و هنر رو زیرزمینی کرده. بله. و اون یه فرهنگ و هنر رسمی که تو صدا و سیما و جای دیگه منتشر میشه، فکر میکنه این خود اون واقعیت فرهنگ و هنره، در حالی که اون فقط یه قشر نازکی از واقعیت فرهنگ و هنره که دستپخت و دستساخته خود نظام، یا شاید بگیم به یه معنا مورد حمایتش بوده، ازش حمایت کرده، به تشویقش کرده، یارانه ها بهش داده، پول داده بهش، نه. امکانات بهش داده و اینو هی فربهتر و بارورتر کرده. فرهنگ زیرزمینی، آیه استاد طالب‌زاده، اون فرهنگ زیرزمینی میاد و این نسل زد ارتباطش با اونه، اصلا جامعه با فرهنگ زیرزمینی داره کار میکنه اونو، و یه دفعه گفتمان رسمی یا فرهنگ رسمی هم نمیخوام بگم، اونجا متفکری که میگم میتونی این جامعه رو از اون طریق فرهنگ اونا بشناسی، اینجا یک دفعه این تمایلات، این گرایش ها، این ذوق و سلیقه هایی که تو این فرهنگ زیرزمینی شکل گرفته، خودش رو یک بار سر یک حادثه ها و اتفاقی که به دلیل اون انباشتگی که به وجود اومده و اون تراکم اون مسائل در واقع نگرش ها و ذائقه و فلان که در سطح رسمی بهش تقاضا، این تقاضا پاسخ داده نشده، خودش رو میاد از سیاست یه دفعه نشون میده، در از اقتصاد خودش رو نشون میده، مخصوصا وقتی بحران های اقتصادی هم مکمل این بحران های فرهنگ و هنر میشه. بنابراین این تصویر رو اگر از فرهنگ و هنر داشته باشیم، حالا برگردیم به اینکه
دولت و نسبتش با این فرهنگ هنر چیه؟ چه ارتباطی بین این دولت و این حوزه فرهنگ هنر وجود داره؟ این مقوله، این یه پدیده تاریخیه، با جمهوری اسلامی شکل نگرفته. وضعیتی که ما داریم الان بین نسبت بین دولت و فرهنگ یه پدیده تاریخی است که این عقبش حتی میتونیم برگردیم به دوره قبل از مغول، اون بحثای فرهنگی اون دوران، حتی اون بحثای نظام الملک و اون مدارس نظامیه‌ای که تأسیس شد و بعد حمله مغول و وقت این خیلی ریشه های تاریخی و فرهنگ و فرهنگی که در صفویه شکل گرفت، فرهنگ بعد شیعی. حالا بعد هم نمیخواستم بیاد اینجا، در واقع شما میاد تو فرهنگ دوره صفویه که بعضیا میگن که اینجا دیگه دوره که دولت شکل میگیره. درسته. ولی شما همینجا که هست تو همین دوره صفویه اصلا اصنافی وجود نداشت، سنت فرهنگ. اون چیز کمرمقی هم که وجود داشت، میدونید کلانترها رئیس اصناف چیز بودن. حالا از این کلمه سن که وجود نداشت، یعنی شکل نگرفته بود، به اسم جماعت میشناختنشون، جماعت فرهنگی هنری با همون محدودیت. کلانترها در واقع چیز بودن، یعنی اون حکومت اصلا مسئول و متولی صنف هم بود به یه معنا. در دوره قاجار هم همین وضعیت شکل میگیره. در دوره رضاخان که میای این نهادهایی که حالا آروم آروم دیگه دارن از شکل جماعت و انجمن و اینا در میان و شکل صنف تشکل پیدا میکنن و شکل مدرن تری خود میگیرن، خیلی ضعیف. یعنی شما تو مشروطه اصلا از سخن نمیدونی، من فقط در یکی دو جا مطبوعاتی ها خیلی نیومندن، به دلیل اینکه مطبوعات هم بدنه اجتماعی بر نخواسته بود. بعد طبقه روشن فکر میخواست حرفهایی داشت که بیشتر حرفهای بیرون هم بود، یعنی حرفهایی بود که متأثر از غرب و رنسانس و تجدد و اینا حرفا بود، میخواست این حرف رو به جامعه منتقل بکنه و به حکومت. یه ابزاری میخواست، تنها ابزاری که اون زمان در اختیارش بود، چون حکومت که تمام اعضای عمومی در اختیار خودش بود، اعضای رسمی، روحانیت هم که منبر و مساجد حسینی‌ها در اختیارش بود، برای جایی که میتونست در واقع خودش رو بیان بکنه مطبوعات بود. مطبوعات شدن زبان روشنفکران برای اون در واقع اون تحولات رو. این مطبوعات از درون چیز بر نخواسته بود، از درون یعنی مطبوعات اجتماعی نبودن، مطبوعات سیاسی ایدئولوژیک بودن، ولی به هر حال پدیده مهمی بود توی چیز، چون اونجاست که مطبوعات رسما شکل میگه. ولی به هر حال این نهاد قدرتمندترین نهاد صنفی اون دوره است. ولی مشروطه در فقدان نهادهای صنفی شکل گرفت و دوره رضاخان و دوره محمد رضا هم همین اتفاق افتاد. این روند رو وقتی که تحلیل میکنیم به طور کلان، میبینید چهار تا مخاطره بزرگ و انحراف جدی و تحریف تاریخی در نسبت بین دولت و فرهنگ شکل میگیره. اولین انحراف که من همه این چهار تا انحراف رو اسمش رو میذارم همانندسازی کاذب و محرف یا در واقع تحریف شده. منظورم این است که یک شباهت هایی، یک تشبیه های نادرستی شکل گرفت که در واقع یه مفاهیم و یک سازمان ها و نهاد هایی رو به وجود آورد که اون مسائل و مصیبت هایی که ما الان باش گرفت در واقع با اون مواجه هستیم. اولین همانندسازی کاذب و تحریف شده این است که کی فاعل فرهنگیه؟ ببینید در دولت های حتی مدرن، بخشی از دولت های مدرن و دموکراتیک و بروز معتقدند که در سه حوزه، یعنی امنیت، آموزش و بهداشت، اینا وظیفه های اختصاصی دولت هستند. دولت های متمایل به سوسیال دموکراسی یا یه مقدار به این سمت و نه دولت های لیبرال. اون چیزی که بالا به وضعیت اجتماعی ما نزدیکتره در واقع این دولت ها هستند. اینا معتقدند که امنیت، آموزش و بهداشت جزء وظایف اصلی دولته و باید تو این زمینه سرمایه گذاری کنه، سازماندهی کنه، بودجه بذاره، سیاست گذاری بکنه و اجرا هم بکنه. یعنی در همه یه حیطا باید وارد شه.
هم از قانونگذاری، سازمان، منابع مالی و اجرا. این الگو یه اشتباه تاریخی رخ داد که فرهنگ هم با این مقایسه کردن. ده گفتن که همونطور که دولت در حوزه آموزش، امنیت و بهداشت فاعله، یعنی بازیگر اصلی در این میدان، همونطور هم در حوزه فرهنگ و هنر هم دولت بازیگر اصلی و فاعله، دولت مولده. خب این اون انحراف اساسی است که شما، من برای اینکه یه مثال خیلی روشن بزنم برای اینکه مفهوم روشن بشه، ببین اگر آقای در دولت شهید رجایی یه وزیر انتخاب شد، فوت کرده، من حالا نمیخوام اسم ببرم، ایشون به دلیل اون شرایط اضطراری اون دوران و وضعیتی که وجود داشت 6 ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو تعطیل کرد برای اینکه بازسازی کنه، هم در نیروهای داخلیش، هم در سیاست ها و فلان، در برنامه‌ریزیش. سوال و پرسش اصلی این است که اگر ایشون وزیر آموزش پرورش بود یا وزارت علوم بود یا وزیر بهداشت بود یا وزیر امنیت، یا امنیت به معنی مسئول امنیت، میتونست چنین تصمیم بگیره؟ چون 6 ماه تعطیل کردن یک وزارتخون این نهادها یعنی که تعطیل دیگه، یعنی کلاس ها تعطیل، مدارس تعطیل، دانشگاه ها تعطیل، آموزش، بیمارستان ها، مخصوصا خدمات بهداشتی ها تعطیل. اصلا کسی به خودش جرأت نمیداد چنین تصمیم بگیره. اما چرا توی وزارت ارشاد میتونه چنین تصمیم بگیره؟ بلکه اصلا دولت اگر نباشه هم اون که داره کتاب مینویسه داره مینویسه، اون ناشر هم داره تولیدش میکنه، موسیقی داره کار خودش رو میکنه، سینماگر داره میسازه، تو تئاتر، تو موسیقی، تو مطبوعات، احتیاج به دولت نداره که بهش بگه بیا آقا من بهت بودجه میدم در یه وضعیت ایدئال، حالا که من بهت بودجه میدم برو فردا این موضوع رو کار کن یا این مطالب رو بنویس، کاری که تو بهداشت و آموزش بله. اینا میکنه. ولی تو حوزه فرهنگ دولت چیکار است؟ این نشون میده که خب، این حوزه نیازی به، یعنی این که حتی در بعضی کشورها شما وزارت فرهنگ ندارید اصلا، حالا توی یه مدل های دیگه. این اون اشتباه تاریخی است که در دوره پهلوی مخصوصا، حالا پایاشو ناصرالدین شاه گذاشت که سانسور رو برقرار کرد و شکل داد، رضا خان هم در رضا پهلوی هم در واقع اومد نهادهای فرهنگی رو تأسیس کرد و اینا، ولی در دهه 40 در واقع دهه رونق فرهنگی به معنا، چون فرح به دلایل شخصی و تمایلاتی که داشت تو این حوزه فعال شد. بسیار این نهادهای فرهنگی، هنری، زبان، تو حوزه تخصص زبان، جشنواره‌ها، سینما، نمایشگاه کتاب، هفته کتاب، بن کتاب، همه اینا در واقع تو اون دوران شکل می‌گرفت. چقدر هم نهادهای مثل کانون و موزه ها و اینا شکل داد، اما مثل کانون نویسنده ها تو حوزه زبان و و و اونجاست که دولت به معنی دولت فرهنگی، با تاکید میگم دولت فرهنگی، اونجا شکل میگیره و پایه‌گذاری میشه به عنوان یک نهاد و سازمان. و با همین تلقی، من فاعلم، من باید در واقع سیاست گذار باشم، مجری باشم، بودجه بذارم و اجرا هم بکنم، یعنی جشنواره برگزار کنم، نمایشگاه برگزار کنم و کار اینطوری، این تیپی. این تلقیه بعد از انقلاب منتقل میشه به جمهوری اسلامی. با همون سازوکارها، یعنی سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و با همون سازمان، یعنی اونجا حالا دو تا نهاد داشت که فرهنگ و هنر بود و بله. فرهنگ و اطلاعات، اینا میان در هم ادغام میشن، ولی همون سیاست ها ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی میراثدار اون فرهنگی است که در واقع ما نه تنها در حوزه فرهنگ، همونجور که در بسیاری از بخش های دیگه و سازمان های دیگه، ما میراث های نهاد ها و سازمان هایی هستیم که قدمت 70-80 ساله یا 100 ساله دارن تو ایران. و انقلاب هم نتونست به دلیل اینکه ما یعنی سیاستگزارها، مدیران و حالا به معنی متفکرین تو این حوزه فهمی از دولت نداشتن، فکر کرده این یه ماشینیه
که هر کی بشینه پشتش به مقصدی که میخواد میرسونتش، یعنی نظام بوروکراتیک و نظام بوروکراسی. نمیدونن که این خونسا نیست، این یک در واقع بوروکراسی یه ایدئولوژی پشتشه، یه ارزش‌ها و نگرش‌ها و هنجارهایی داره که همه آدم‌ها رو به جایی که خودش میخواد میبره، نه به جایی که اونا میخوان. خب این اتفاق افتاد توی حوزه تی، بنابراین یه همانندسازی بین اینکه فاعل فرهنگی دولت است نه در واقع چیز، دولت است نه بخش خصوصی، و کنشگر اصلی و فاعل اصلی مردم و هنرمندان. این اولی همانندی تحریف تاریخی و خطای بنیادی بود. دومی شما در سطح دولت یا در سطح سازمان، همونجور گفتم یه اشتباهی، یه شباهت سازی بین سازمان وزارت فرهنگ و آموزش و بهداشت و امنیت شکل گرفت. و سومی همانندسازی اشتباه در زمینه سیاست گذاری بود، مخصوصا بعد انقلاب. سیاست گذاری در قبل از انقلاب درست بود، چون در یک نظام دیکتاتوری که خودش میخواد فعال ما یشا باشه و خودش رو فاعل میبینه و خودش رو مرشی میبینه و خودش رو معمار میبینه و خودش ناظر و بودجه گذار و قاضی، همه کار خودشه، بودجه در واقع یه تلقی از دولت، دولت فربه، همدان، همدانا و همه کاره، و هم خودش ناظره، هم با قوانین وضع میکنه، هم خودش بازیگره. در دوره بعد از انقلاب با اون تلقی که تفکر دینی و ارزش‌های اسلامی وجود داشت، در واقع ناسازگاری داشت. شما ببینید وقتی قوانین چی با چی ناسازگاری داشت؟ الان میگم خدمت. ببینید اون تلقی که دولت همه کار است، یه تلقی مدرنه، خب؟ و مربوط به نظام‌های سوسیالیستی یا دیکتاتوری، این نوع در واقع ساختارها و سازمان‌های سیاسیه. ولی آیا جمعه در تفکر دینی و در سابقه این 1400 ساله ای ما، حالا به قبلش کاری ندارم، ولی در این 1400 ساله ما هم همینجوری بوده؟ یعنی مخصوصا تفکر شیعه معتقد بوده که با قلع و قمع و بگیر و به بند و این چیزا باید حکومت بکنه. در مجلس خبرگان اصل 24 قانون اساسی که الان میگه مطبوعات و نشریات آزادن مگر مخل حقوق عمومی و مبانی اسلام و حقوق عمومی باشه، این اصل 24 قانون اساسی. تو مجلس خبرگان بحثای مفصلی راجع این میشه. میدونی که پیشنویس قانون اساسی این الان یه سطره، یعنی مطبوعات و نشریات آزادن، بیان مطالب آزادن مگر مخل مبانی اسلام و حقوق، یه سطره، چند کلمه بیشتر. پیشنویسش یه پاراگراف مفصلی، ارزش‌ها، نگرش‌ها، اخلاق، شرع، مبانی اسلام، مبانی و و و و همین اینا رو تو مجلس خبرگان بحث کردن، گذاشتن کنار، گفتن سوء تفاهم ایجاد میکنه، گفتن این دست همه فعالیت های فرهنگی میبنده. چندین جلسه بحث های در واقع شدید، بحث های تندی فرهنگی شکل میگیره. آخر سرش جلسه آخر شهید باهنر که مسئول کمیسیون فرهنگ و اجتماع بوده میاد میگه، گزارش میده، میگه ما آخرش ما به این جنبندی رسیم. همین عبارت رو میخونه. شای بهشتی میگه که من یه سوال دارم، اگر کسی کتاب، اگر من کتابی نوشتم و در اون کتاب گفتم که نظام جمهوری اسلام، اونجا میگه سیستم، منظورش نظام جمهوری اسلام، اگر کسی اونجا اومد من تو اون کتاب نوشتم که من سیستم و نظام، یعنی نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، این کتاب مانعی باید مانع انتشارش بشیم و نباید منتشر بشه؟ شهید باهنر میگه که نه، چون فعلیت ندارد، منعی برای انتشار ندارد. اینجا به دلیل اینکه بعضی از آیت الله هایی که توی مجلس بودند خیلی مخالف بودند با آزادی فرهنگی هنری، یه بحث مفصلی شهید بهشتی میکنه، میگه آقایون 1400 سال ما همین راه رو رفتیم، اجازه دادیم دیگران مطالبشون رو بگن، آزادانه بیان بکنن،
نقد بزنن و ما هم نقدشون کردیم، حرفای خود اونها رد کردیم توی منابعمون، تو فعالیت. این راه بهتر جواب میده تا بگیر و ببند و حذف و سانسور و فلان. اون زیانهاش بیشتر از فوایدشه و با این سخنرانی که اونجا میکنی یه اصل پذیرفته میشه. نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در شورای انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ نتونست این تلقی رو جا بندازه، اون تلقی و فهمی که دکتر بهشتی از فعالیت های فرهنگی داشت نتونست اینو اجرایی و عملیاتی، کما اینکه نتونست حتی اون فهمی که امام راجع به سریال پاییز صحرا و بحث موسیقی و شطرنج داشت اینو بسش بده. اینا یه تبدیل شد به یه رخدادی در انقلاب در جمهوری اسلامی که زمانی داره تموم هم میشه میره. بنابراین به دلیل این فقر تئوری یا فقر فرهنگی که شهید بهشتی میتونست، یعنی واقعا تو حوزه فرهنگ یکی از کسانی است که همین اصل مدیون سهمات ایشونه. خیلی از اصول دیگر و حالا با چیزای مذاکرات قانون اساسی هست. بنابراین این نتونست یک سازمان، یک ساختار، یک دیدگاه فرهنگی هنری رو ساماندهی بکنه و رسیدیم به اینجا که ما در واقع ادامه دهنده ساختار، سازمان و سیاست‌های دوره شاه هستیم. آخرین همانندسازی تحریف کننده و خطای بنیادی که اتفاق میفته بین نهادها و اصناف فرهنگی است. قبل از اینکه ببخشید به نهادها و اصناف فرهنگی برسیم، یه ذره به همین اصل فرهنگ و ارشاد برسیم. یعنی اینجا وزارت خونه که نامگذاری شد و متولی این کار شد، کار فرهنگ، ادامهش ارشاد هم اومده. یعنی در واقع حکومت خودش رو موظف کرده که ملت رو یه جایی ببره دیگه، راهنماییش کنه، ارشاد کنه. در این دو کلمه هم اگه ببینید، این کاری بود که مرحوم ناصر حسینی ارشاد، اسمش یادم بفیده، حسین ناصر چیز میناچی، بله بله، ناصر میناچی دولت موقت، زمان دولت آقای بازرگان، بازرگان مدتی شد مسئول وزارت، مدیر در واقع وزیر فرهنگ که اون موقع فرهنگ بود. بعد مسئله اسم وزارتخونه پیش اومد، ایشون فرهنگ ملی بود اسمش، ایشون اومد یه پیشنهادی داد که همین پیشنهاد بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای میناچی داد. این ارشاد از کجا گرفته بود؟ از حسینی ارشاد، چون خودش اونجا بود. بله، تا همین اواخر هم اونجا بود. میخواست شاید هم میخواست یه جور اون تلقی حسینی ارشادی رو بیاره توی چیز هم، تلقی آوانگاردی و روشنفکرانه و در واقع یه جور ضد تحجر و این اون بحث‌های شریعتی. نه، اینجا منظور من ولی کارکرد این، منظورم اینه که اینجا قشنگ فاعل فرهنگی که شما دنبالش بودید خیلی فاعل میشه، یعنی خیلی فاعل فرهنگی. ولی درسته، من میخوام بگم همین، میخوام بگم بوروکراسی خودشو با سودیت میکنه توی روندها و با سودیت میکنه. اون نظام بوروکراتیک، اون گرایش و اون در واقع جریان بوروکراسی توی این حوزه سریعا این کلمه ارشاد رو در واقع مال خودش کرد و بازپروری کرد و همه هم تصورش این بود که وزارت فرهنگ تو دولت قبل، یعنی در نظام پیشین هم واقعا همینجوری بود، یعنی دولت همه کاره بود، همه کارها در واقع خودش، هم سانسور میکرد، هم سیاست میذاشت، هم عوامل فرهنگی ساماندهی میکرد، هم فعالیت مختلف. اینجا که اومد و این اسمم روش گذاشته شد، همه فکر کردن که یه حسینی ارشاد دیگه، یعنی اینکه باید بیاد موعظه کنه، نقشه بده، طرح بده، برای اینکه آدم ها رو از یک ناگاهی، جهل یا یک بیهنری و هنر آلوده یا هنر در واقع ناسالم به یه هنر سالم سازنده پویای ارزشمند انسانی و تبدیل بکنه. این همون انحراف از اون همانندسازی. اتفاق دیگر هم افتاد، تنها این نبود، یعنی اتفاقی که افتاد بخش بودجه‌ای و ردیف بودجه‌هایی برای همین کلمه دوم در واقع شریک فرهنگ ارشاد اسلامی، برای اینکه این بخش رو هم در واقع تامین می‌کنه،
نهادها و سازمانها و دفاتر زیادی برای این کار به مرور زمان در طول 45 سال گذشته درست شد. خب این همیشه بوده در طول تاریخ. ببینید مسئله بودجه و حمایت مثلا جدول شماره 17 ردیف بودجه مجلس شورای اسلامی یا لایحه دولت لایحه بودجه، این یه جدولی است که حداقل این جدول که من مطالعه کردم تعداد دفاتری که این قلمه رو ردیف‌ها رو می‌گرفتن به مرور زمان هی در طول سال گذشته چند برابر شد. این بحث نهادهای فرهنگی است. من نهادهای فرهنگی بله. ولی اون بودجه حمایتی یه سابقه چند صد ساله و شاید از دوره در واقع هم قبل از اسلام و بعد از اسلام اصلا وجود داشته و دعوار همواره خودش رو به دلایل مختلف یا حالا فرهنگ دوستی، ادب دوستی، شعر دوستی یا به دلایل دیگه این کمک‌ها رو می‌کرد که مثال مشهورش اون بحث فردوسی و چند اون سکه‌ای که قرار بود محمود غزنوی بده و ماجراهاش و فلان حرف. این در طول تاریخ بوده و همیشه هم اونش به نظرم در اصلش یه بحثه، چون در دنیای امروز هم باز وجود داشت. ما میدونیم تو خود آمریکا هم که الان دیگه خیلی لیبراله، ولی فعالیت فرهنگی مشمول مالیات نمیشه. توی انگلستان یه سازمان ندارن، قوانین مقررات اونچنان در حوزه فرهنگ ندارن، ولی حمایت‌های فرهنگی هنری میکنن، یعنی بودجه میزنن برای چی. تو کشورهای سوسیال دموکراسی مثل فرانسه، ایتالیا، آلمان هم براش سازمان دارن، هم سیاست دارن، هم در واقع منابع مالی تخصیص میدن و فلان، یعنی بله. بود. در کشورهای شبه سوسیالیستی یا کشورهای کمونیستی سابق اینا تو هر چهار حوزه وارد میشن، یعنی هم قوانین مقررات دارن، هم سازمان دارن، هم بودجه دارن، هم مجری هم هستن، یعنی خودشون فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو وارد میشن مثل جشنواره. کاری که ما داریم میکنیم، جشنواره برگزار میکنیم، نمایشگاه برگزار میکنیم، کتاب تولید میکنیم، هم کاری که وزارت ارشاد میکنه، نهادهای حکومتی دولتی، همه اینا دارن این فعالیت ها انجام میدن. من اون بحثش دیم. مشکل اساسی در این هماهنگسازی ها این است که بین نهادهای فرهنگی و اصناف یه شبیه سازی کاذب شکل گرفت که اینا دو جریان متفاوت بودن. ببین نهادهای فرهنگی نهادهایی هستن که بنا به تعریف خودشون که یه مجموعه از افراد برای یک هدف مشخص فعالیت میکنن، حالا امکانات میذارن و برنامه‌ریزی میکنن و یک کار انجام میدن. این نوع نهادها معمولا رسالت محورن، یعنی یه هدف ایدئولوژیک فرهنگی برای خودشون تعریف میکنن، میخوان به این نقطه‌ای برسن. مثل همه حسینی ارشاد در واقع خودش یه نهاد فرهنگی بود دیگه، به یه معنا حسینی، مساجد، تکایا، انجمنهای ادبی خصوصی، کانونها، اینا در واقع نهاد فرهنگی بودن. در دهه 40 همونجوری که گفتم در زمان فرح این نهادها تبدیل میشن به نهادهای دولتی، یعنی یه بخشی نهادهای دولتی مثل کانون پرورش فکری شکل میگیره که اینا متولی میشن برای اینکه کار فرهنگی بکنن. یعنی حالا غیر از اون جنبه های فرمالش که از های حرفه و تولیدات محصولاتش واقعا درجه یک بود و با کیفیت و کار انجام داد، ولی هدف مشخصی داشت، میخواست یه آگاهی، یه فرهنگسازی، یه هنرسازی مشخص و معینی رو القاء بکنه به نسل کودک و نوجوان. بعد هم تو کتاب تو حوزه نشر اینا هم همینطور. این گرایش بعد از انقلاب یک دفعه با یک طوفان، با یک شور و شوقی افزایش پیدا میکنه و همه میرن به سمت اینکه نهادهای فرهنگی تأسیس کنن، مخصوصا در نهادهای فرهنگی در حوزه علمیه قوم یا نهاد دینی. یعنی باز اینجا یه اشتباه اساسی رخ میده، فکر میکنن که مثلا مساجد، تکایا، اینا که به لحاظ تاریخی شکل گرفته بود کفایت نمیکنه برای اینکه فعالیت فرهنگی انجام بشه، باید برن مدل حسینی ارشاد یه چیزی دیگه هم تأسیس بکنن. اومدن هر کی برای خودش یه مؤسسه، نهاد فرهنگی و هنری شکل داد که بنابر یک تعریفی در خود مطالعات خود شورای انقلاب فرهنگی 400 500 450
نهاد فرهنگی شکل گرفته بود، نهادهای فرهنگی که بودجه میگرفتن، نه نهاد فرهنگی ریز و درشتی که اصلا به دولت کاری نداشتن، چون خیلی نهادهای دیگه هم وجود داره که با دولت سر. اینا نهادهایی که بودن که بودجه میگرفتن از دولت، که بعدها یه مقدار سرسامونش دادن، رسید به 60-70 تا و بودجه ها رو محدود کردن و دادن به وزارت ارشاد که اون تخصیص بده. دولت کاری که کرد این است که اینا رو کرد نماینده جامعه. یعنی وقتی که مثلا انجمن ناشران، مجمع ناشران، صنف تعاونی فلان فلان این حرف ها، مرکز حفظ خب آثار فلان، مرکز خب این بنیادها، اینا رو کرد اینا نماینده های جامعه هستن، در حالی که اینا نماینده جامعه نیستن. اینا همون گروهی هستن که به صورت جمعی نشست دور هم جمع شدن، رسالتی برای خودشون تعریف کردن، درست و غلطش اصلا کار ندارم، به فرض هم درست بشه. ولی این سنف این نیست، نهادهای سنفی که تشکل‌های مربوط به اصناف هستن، اینا در واقع برایند جامعه هستن در یک گروه و حوزه مشخص، مثل ناشران، سینماگران، تئاتر، موسیقی، مطبوعات، فلان، که اینا در قالب انجمنها، خانه سینما، خانه موسیقی، حالا خانه موسیقی یکم دولتی تر تا نسبتاً تا بعضی چیزهای دیگه. ولی این نهادهای صنفی به یه معنا نماینده های نه جامعه بازم ها، نماینده صنف خودشون هست. مسائلشون مسائل صنفی است، نه مسائل ایدئولوژیک. اون نمیخواد از طریق این مثلا اتحادیه ناشران نمیخواد یک کتابای منتشر بکنیم، اونجا بیشتر سر کتاب با هم بحث بکنیم که چه کتاب منتشر بکنیم چه نکنیم. بحثشون سر این است وضعیت مجوزهاشون، وضعیت مالیات، کسب و کارشون، مشکلات بیکاری، و مسائلی که توی مطالبات دست جمعی شد. اینها نهادها و اینا نماینده های در واقع صنفی بدنه فرهنگ و هنر هستن، دارن نمایندگی میکنن. مهمترین ویژه و خصوصیت اینا نسبت به دولت این است که اینا پایدارن. دولت ها و مدیران فرهنگی هی دائما جابجا میشن، هی نسلشون عوض میشه، هم از سنی هم از سیاسی، که یه دولت که میاد همه رو بیرون میریزه، یه جریان دیگه مسلط. برای اون جریان بی ثبات و در واقع دائما رو به تحول مدیران فرهنگی در نهادهای صنفی وجود نداره. به همین دلیل در نهاد دولتی دانش ضمنی و تجربه زیسته تبدیل به دانش نمیشه، تبدیل به یک فراینده که خودش رو داره میسازه، اصلاح میکنه غلطها و اشکالاتش رو رفع میکنه، تبدیل میکنه به تجربه جدید و یه دانش جدید. تو دستگاه دولتی اینجوری نیست، تو نهادهای صنفی هست به دلیل اون ثبات. الان شما وقتی که بیانیه های اتحادیه سینماگران یا خانه اطلاعی سینما، خانه سینما یا بعضی از اخشار روزنامه‌نگاران، خب مثلا روزنامه‌نگاران وقتی اینا نگاه میکنه، این آگاهی تجربه زیستی خودش رو داره بیان میکنه، در حالی که مدیران فرهنگی وقتی میان همه تجربه شخصیشونه، نه تجربه زیسته اون حوزه فرهنگ، حوزه نمیدونم تئاتر، موسیقی، سینما، اینا تجربه شخصیشون رو بیان میکنن یا سلیقه ها و گرایشاشون. و این نهادهای صنفی در واقع نهادهایی هستن که اون دانش و اون حق و حقوق صنفی خودشون رو بیان میکنن. بنابراین این دوتا با هم دیگه مخلوط شد و دولت به یه معنا با همون دولت فرهنگی اومد و گفتش که در واقع میخواد کارکرد این نهادهای صنفی رو اولا به بخشی از این نهادها منتقل کنه، دوم خودش متولی این کارا بشه، به همون فهم تاریخی که وجود داشت. اتفاقی که اینجا میفته این است که دولت میگه من بازیگر اصلی ام، یعنی این میدان و زمین بازی فرهنگانم به من تعلق داره، من مالکشم، همه کارش منم، حالا میخوام تو رو تو این بازی مشارکت بدم، میخوام تو رو تو این بازی همراهی کنم، باید هم بیام ازت استفاده کنم، ازت بهره برداری کنم. این مفاهیم مثل مشارکت، مثل در واقع تعیین کردن
نقش نهادها و بخش خصوصی در فعالیت‌های فرهنگی هنری، یا حتی اون کلید واژه دولت فرهنگی که جدیداً باز دولت آقای پزشکیان به خطا تکرار شد، یا بحث عدالت یا دسترسی به سرمایه‌های فرهنگی هنری، عدالت توزیع منابع، اینا همش کلید واژه‌ای این که تاشو که نگاه می‌کنی، یعنی به مبانیش که مراجعه می‌کنی که دولت میگه من بازیگر اصلی این میدانم، حالا میخوام مشکلات تو رو برطرف کنم، بودجه رو یارانه به تخصیص بدم، دسترسی مردم به منابع یا سرمایه های فرهنگی رو تسهیل کنم یا فراگیر کنم به اقوام اقشار نمیدونم فلان. ولی مسئله اصلی همون برگردم به اون نکته اصلی این است که فرهنگ و هنر مالک اصلیش مردم هم. دولت در اینجا قرار بوده تنظیمگر باشه و اون اخلال ها و مثلا قرار بوده آیه تالزاد کجا این قرار کجا گذاشته قرار در بحث های نظری یا عقلانی نظری عقلانی نه خب بعد در تاریخ من بخاطر اینکه زیاد بحثم به قول معروف یه طرف هم نشه و جمع جور هم بشه به قول شما به اون بخش دولت پزشکیان رو هم حتما من پرسش دارم، بحث عدالتش، بحث شعار عدالت فرهنگیش و اینا خواهیم پرداخت، ولی بخاطر اینکه این پیوستگی هم داشته باشه من میخوام همین نهادهای فرهنگی، نهادهای بودجه بگیری ضربه پردازم و واقعا خروجی که از این کار به هر حال دولت خودش رو متولی کرد، بحث فرهنگ شد، فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این دو تا کلمه بود جاهایی در نظر گرفته شد، ولی نهایتا آقای طالب زاده شاهدیم که به هر حال شما آمریکا رو مثال زدید دیگه، هالیوود، آمریکا، فرح، نه هر کدوم به دنبال یه چیزی بودن و تقریبا هم به اون هدفی که خواستن رسیدند. بحث مثلا کودک و نوجوان زمان فرح، حالا مثلا در و فرستادن اونها به خارج و برگشتن اونها و تاثیرگذاری که داشتن، یا هالیوود تاثیر خودش داشت، از درون اونها نسل زد متولد نشد، میدونی، ولی این پولهای ما، پولهایی که در جمهوری اسلامی داده شد به نهادهای دولتی، نیمه دولتی، مشارکتی، حوزه و مداحان و جایی و مساجد، گویی تاثیر نداشته و نسل زد از جای دیگه داره خوراکشو میگیره. این اتفاق رو چگونه تحلیل میکنید؟ ببینید یه مطالعاتی در زمینه کارکرد نهادهای فرهنگی در ایران انجام شده، حتی بخشش هم خود شورای انقلاب فرهنگی سالهای گذشته انجام داد. منم یه مطلبی نوشتم، یه تحقیق انجام دادم در این زمینه که در دوره آقای وزارت آقای عباس صالحی منتشر شد تحت عنوان بررسی نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه فرهنگی، و این جریان نهادهای فرهنگی که شکل گرفت که میگم حدود 400-500 تا بود به صورت آشکار، بعدا کمتر شد و خیلی محدودتر شد، ولی بودجه هاشون هیچ سال به سال داره افزایش میکنه تحت عناوین مختلف. یه آسیب شناسی که من اونجا انجام دادم این است که این نهادها به این دلیل ناکارآمد شدن و هیچ تأثیری در جامعه ندارن، فقط اینا تبدیل شدن به نهادهای به قول خود علما فی نفسه، یعنی وجودشون برای خودشونه نه برای جامعه. یه عده نشستن دارن یه کارهای مطالعاتی میکنن، تحقیقاتی میکنن، تولیداتی دارن، آثاری منتشر میکنن، وگاه ندارن. خب حالا اونم ندارن. حالا میخوام بگم خوبترینش مثال مخاطب تولید کالاهای فرهنگی خودشون خودشونا، جامعه نیست. تو بحثای چیدم بود، تو بحثای مطالعات شورای انقلاب فرهنگی هم بود. ببین چند تا اتفاق دست به دست هم میده تا این نهادها ناکارآمد میکنه. یکی اینکه خیلی بوروکراتیکن، یعنی مثل نهادهای فرهنگی سابق که بدنه اجتماعی تو اینا گردش، مثلا شما یه مسجد که تصور بکنی یا یه حسینیه رو، حتی حسینیه ارشاد یا انجمن های سطح انجمن که ریشه های تاریخی دارن، مثل کانون نویسندگان، حتی مثلا اینا توش یه گردش افراد وجود داره، به طور طبیعی آدم میان یا آدم میرن همونجور در مورد اصناف مثال زدید نهادها، ولی در این نهادها یک نظام بوروکراتیک وجود داره، یعنی یه نفر رئیس، دو تا چند تا معاون داره، چند تا مدیر داره، بخش بندی های فلان دارن،
و در واقع این گردشه خیلی سخته. یعنی یه نفر وقتی که مسئول یک نهاد فرهنگی میشه سالهای سال هم حالا بس نگرشش این هم نداره، ولی نگاه میکنیم این خیلی نهاده این نوع نهاده نهاده بروکراتیکن، خیلی اداریان، خیلی ضوابط و مقررات های سفت و سختی دارن برای خودشون، به اضافه اینکه اینا رسالت محور هم همونجوری که گفتم رسالت محور هم هستن. دومین بحث این است که تولید محور هم. یعنی اینکه میگن هرچی تولیداتمون بیشتر باشه نتایج فرهنگی و تأثیرات فرهنگیمون بیشتر خواهد بود. یه توی این حوزه در واقع یه اصطلاحی وجود داره و اون این است که میگن فرهنگ بیشتر مساوی با تولید بیشتر، و تولید بیشتر هم یعنی بودجه بیشتر. یعنی این سه تا به هم ربط داره. این تلقی و مذهبی ها بخشی اصلاح طلب ها چپ ها دارن تو جامعه جا میندازن که آقا اگر میخوای جامعه فرهنگ فرهنگش روش بکنه باید تولیدات و محصولاتش هم روش بکنه، و اگر بخواد جامعه محصولات و تولیداتش روش بکنه باید بودجه بیشتری هم بهش بدی. دائما همه دارن میرانن که آقا وضعیت تولید ما محدوده، دست اون بسته است، باید دولت به ما بودجه بیشتری بده. در حالی که در حوزه فرهنگ مصرف مهمتر از تولیده. یعنی اینکه من این کالایی که تولید میکنم این لیوان رو چند نفر خریدارش هستن؟ اگه یه توی حوزه محصولات این مثل این لیوان طرف وقتی که 10 بار اینو تولید کرد بعد دید هیچکی نمیخردش متوقفش میکنه، چون میگه من میخوام اینو بفروشم. بله. خب اگر کسی این کالا رو از من نخره من برای چی باید اینو تولید کنم؟ حالا اگر شما تو حوزه، اما تو حوزه فرهنگان تو این نهادها اینجوریه، کتاب ها آثاری منتشر میشه که بعد از تولید مستقیم میره تو انبار، بعد از یه مدت هم خمیر میشه، بعد تو کارنامه اعمالشون هی ثبت میکنن که 10,000 تا کتاب، 20,000 تا منتشر شد، نشریه، فیلم، تئاتر، موسیقی و و و و. یک بار نمیاد بگه آقا این محصول چقدر مصرف شد، یا اصلا بگه که آقا من این توی مطالعات تحت شورای انقلاب فرهنگی حتی در مورد سازمان تبلیغات این بود، یه نهاد مهم اینجوری که اینا تولید محورن تأثیر رو جامعه مخصوصا نسل جوان اصلا نداره، اصلا مخاطب آثارشون نسل جوان نیست. برای اینکه اون نظام بوروکراسیه به این کاری نداره که چی داره تولید میکنه، فقط تولید کردن براش مهمه و اون کمیته. بله، که بله. چیزی که تو خود وزارت های نهادهای فرهنگی مثل همین صدا و سیما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، حتی حوزه علمی قوم و خیلی نهادهای دیگه وجود داره، هی گزارش میدن از گزارش عملکردشون، چقدر آثار تولید شد، چقدر فیلم تولید شد، چقدر سینما، ولی یکی نمیاد بگه این بودجه فرهنگی که هم دوره قبل انقدر میلایید در واقع میبالیدن بهش که بودجه سینما درآمد سینما چقدر افزایش پیدا کرده. یکی میاد بگه آقا چی رو داری میفروشی؟ کدوم فیلم هست که داری فروش میکنه؟ و کدوم فیلم هست که نفروخ و چیز شد، هست شد؟ یعنی با شکست مواجه. نگاه میکنیم این فیلم های در واقع با کیفیت فیلم های زرد، فیلم های سطح پایین مبتذل. برای این آسیب دوم این نهادها این است که تولید محورن. آسیب سومش این است که با بخش خصوصی رقابت میکنن، و این مثلا سازمان تبلیغات این نوع نهادها حتی حوزه یا نهادهای شبیه به این تولیداتشون و محصولاتشون ارزونتر از بخش خصوصیه، یعنی یه رقابت نابرابر دارن با بخش خصوصی به دلیل اینکه پنهان هزینه هاشون، نه هزینه های جاشون، نه هزینه های اداریشون، نه هزینه های تولیدشون، نه هزینات دستمزدی که به مگر سرمایه نیستن. خب هزینه های حتی به مولدین فرهنگی، یعنی اونایی که تولید کننده فرهنگی به اونایی که دارن میدن، اینا هیچ کدوم محاسبه نمی کنه. آخر سر میگه من برای اینکه فروشم بیشتر باشه الان یک کتاب 1,000 صفحه‌ای رو میدن 1,000,000 تومان عرفی که تو بازاره، من اینو میدم 300-400 تومان برای اینکه بگم کمک کردم به حوزه فرهنگ و قیمتامو پایین‌تر آوردم. بنابراین
این اخلال رو هم توی بازار ایجاد میکنن. نکته بعدیش این است که اینا هیچ کدوم این نهادهای چند صد نهادها هیچ کدوم با هم همسایی ندارن، همشون تکرار هم دیگه. سوال من همینجا بپرسم، خوب بپرسم سوالمو. اولا که حکومتی شدن فرهنگ خودش داستان تاریخی داریم بماند، نمیخوام واردش بشم، ولی همین نهادهای موازی فرهنگی، یعنی شما حساب کنید یک دولت داریم و کابینه وزیر دارد به نام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن اینکه باز اینجا هم ما داستان داریم، این دوگانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمهوری اسلامی، اینا هم خودش داستان داره. حالا بعضیا میگن ضد اینن، ما نمیدونم چقدر این درسته چون من متخصصش نیستم، ولی این نهادهای موازی فرهنگی که دولت دارد، مثلا یک نهاد نظامی هم یک چنین چیزهایی رو دارد، یک چند تا نهاد انتصابی دیگه هم اینا رو دارد، نهاد حوزه و سازمان تبلیغات هم یک چند تا به قول معروف شبیه آنچه در وزارت ارشاد در اتفاق میفته دارد، این موازی ها چه اتفاقی رو رقم در ادامه بحث شما میزنه برای ما؟ ببینید این به دلیل اینکه ما یه مشکل بنیادی داشتیم در فهم فرهنگ که همون که گفتم فاعلش کیه، وقتی که دولت و نهادهای دولتی معتقدن که ما باید فرهنگ سازی بکنیم، تلقی که الان تو صدا و سیما وجود داره و شکست خورده، بنابراین همه وارد میشن. یک نهادی مثل سازمان تبلیغات الان تالی کسی اومده ارزیابی بکنه که در وضعیت موجود کجای این فرهنگه، ولی نگاه میکنی میبینی این یه جور خودش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مختصه. خب نهادهای تبلیغاتی در حوزه علمی قم و در اونجا هم همین کار دارن میکنن، تو بخش این نهادهایی هم که گفتم نهادهای شبه خصوصی که عملا به لحاظ بودجه عمومی هست، شهرداری داره این کار میکنه، الان که یک طبیعی هم راه افتاده، مسئولیت اجتماعی، یعنی یه بودجه هم گذاشتن توی یه ردیفی هم گذاشتن توی بودجه دستگاه دولتی که شما موظفید بخشی از درصدی از بودجه کل خودتو 5% 1% متفاوت در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت بکنی، یعنی اینکه بری با سودیدات فرهنگی داشته که اینا رو همه با صرف همین فعالیت ها و تولیدات و محصولات فرهنگی میکنن. این از کجا نشأت میگیره؟ از همین که من باید فرهنگ بسازم، این من دولتی حاکمیتی دیگه، من باید بسازم. بعد همم تکرار همان یک تنوع بی تکثره، یعنی که شما ده ها نهاد میبینید ولی وقتی به محصولاتشون می همه شبیه همه، خصوصیاتشون همه راجع به با مبانی تفکر شیعه، ما همین شیعه رسمی، زبان فارسی یا عربی، گرایش هاشون گرایش های موضوعاتشون هم بیشتر شبیه هم، راجع به ولایت، راجع به بحث های دینی، راجع به بحث های مهدویت و و و و و نمیخوام بگم خوب بدم، میخوام بگم شبیه همان، یعنی ما شاید بهتر بود بگی تعدد بی تنوع تکثر بی تنوع، ببخشید اشتباه کردم، تکثر بی تنوع، تکثر اشتباه گفتم، تکثر بی تنوع، یعنی شما تعددی رو میبینید، تنوع رو میبینید، ببخشید تعدد رو میبینید، انواع و اقسام نهادها رو می‌بینی، گونه‌های مختلف هست، تنوع نمی‌بینی، ولی دیگه همش شبیه همه، مثل هم دارن عمل می‌کنن، زبانشون، ادبیاتشون، اهدافشون، موضوعاتشون، کارکرد، همش شبیه همه. حالا یه موضوع دیگه هم اتفاقا همینجا بعد به شما به اون بحثه که یعنی اون روند بحث خودتون که تو ذهنتون هستن برسید، من دیگه تمام می‌کنم اینجا رو. یه مثالی من در بعضی از مسابقات سیاسی می‌ذارم، در وقتی به حوزه فرهنگ و سیاست می‌رسیم از مهمانان هم میپرسم که چه اتفاقی افتاده که این همه پول خرج میشه و ما میگیم که فرهنگ ایرانی اسلامی، ولی میبینیم که فرهنگ ایرانیش نیست. حالا با وجود تمام کاستی ها و نقد هایی که به این تعدد چی میدونم حوزه های فرهنگی متولیان فرهنگ داریم بماند، اینا سر جاش، ولی وقتی بس ایرانی اسلامی میشه میبینیم ایرانیتش غایبه و مخاطب ما، مردم ما، جامعه ما به حدی تشنه فرهنگ ملی هستن که میرن در سریال خرمسرطان اون رو جستجو میکنن
و میشینن اینجوری ببینن سریال خرم سلطان قسمت دهمش کی میاد ببیننش. ولی از این ور همون فاعلی که شما میگید متولی فرهنگ ما میاد و پول میده مختار بسازه، مختار ثقافی بسازه، خیلی هم خوبه، بیننده هم داره، ولی اون در واقع اون تشنگی جامعه نسبت به سابقه فرهنگی و ملی و المانها و نشانهای ملی خودش رو در نمیتونه در مختارنامه جستجو کنه، میخواد بره در خرم سلطان و در میدونم جنگهای مثلا ترکیه با این برابر با اروپا مثلا جستجو کنه. این رو هم شما قایم میبینید یا نمیبینید؟ یعنی پرداختن به المانها و نشانهای ملی. من باید محتوا اصلا باید نشم، من داشتم شکلی بحث میکردم، بحث دولت نسبتش با با نهادها، فرهنگ، بخش خصوصی فلان، اصلا باید خیلی محتوا نشدم. ولی به هر حال اونجا یه نقدهای خیلی جدی و فکری وجود داره، یعنی مبتنی برای مبانی. ببینید اصلا بحث این است که شما هر عقیده‌ای داشته باشید، هر در هر قومی که تو سرزمین ایران هستم متعلق به اونم، تکرار این کلمه ایرانی اسلامی فرهنگ شما اصلا نه نکته مهمه با هم دیگه باید نکته مهمش اینه که چرا ما مسئله قومیت رو تا حالا نداشتیم؟ قومیت داشتیم ما، مسائلی به معنای مسائل مدیریتیشون داشتیم، اینکه مسائل به معنای اینکه فرهنگی هم داشتیم که آثار محصولاتشون تضعیف میشد یا اصلا توسعه در این نوع مناطق کمتر بوده نسبت به مراکز، در واقع مناطق مرکزی غیر از حالا مشهد و خراسان و این حرفا. ولی هیچ وقت ما معضل قومیتی به این معنا که یه گروهی بگن ما میخوایم از ایران مستقل بشیم، عرب ها بگن، ترک ها بگن، کرد ها بگن، نمیدونم بلوچ بگه، این هیچ وقت این مسئله نداشتیم. چون این مسئله از تاریخی ریشه هایی تا صدر تا دوره هخامنشی داره که اینا همواره با هم دیگه، حالا در طول این تاریخ همواره کنار هم دیگه هم زیسته فرهنگی داشتن، هم زیسته اجتماعی داشتن، هم زیسته اقتصادی داشتن، هیچ وقت تبدیل به یک مسئله نزاع سیاسی نشده. مشکل داشتن و مشکلات حتی خاص قومیتی محلی و اینا داشتن، ولی تبدیل به یک نزاع فرهنگی نبوده. چون مفهوم ایرانیت و این سرزمین یه چسبندگی ایجاد میکنه و کرده تو این دوران که این چسبندگی اجازه در واقع مسائل قومیت هایی که تو عراق شما میبینید یا تو ترکیه میبینید به وجود نمیاره، نمیذاره این اتفاق بیفته. بدانید که تاریخ اقوام، مذاهب، فرهنگ ها در ایران یک تاریخ دراز مدته و اینا یک همجوشی و آمیزش فرهنگی تاریخی با هم دیگه داشتن. حالا از این منظر بعد از انقلاب اسلامی یه اتفاق باز هم مشکلات فهم فرهنگی وجود داشت که فکر کردن که مفهوم تشیع یا اسلامی مغایرت داره با مفهوم ایرانیت، برعکس اون چیزی که در واقع یه جورم دوره رضاخان این تلقی هم به وجود اومد. آره، که ما آره. ناسیونالیسم یا اون ملی‌گرایی رو می‌خوایم بزنیم در برابر دین، در حالی که این فرهنگ، این تاریخ از 1400 سال پیش، یعنی اگر ما تاریخ ایران رو 2500 سال، 7000 سال، 4000 سال در نظر نگیریم، دو همین 2500 سالی که در واقع دوره تاریخیه به یه معنا تقویم شده، ما اسناد و مدارک دقیق تری داریم ازش، 2500 سال، 1100 سالش که تو اون دوره است، 1400 سالش که این بره، این 1400 سال هم در واقع شما نمیتونید ملیت رو از اسلامیت جدا کنید. این دوتا وقتی با هم آمیزش پیدا میکنن چیزی به نام فرهنگ، ادب و شعر شیعه ایرانی اسلامی شکل میگیره. اصلا بله، این همین خب؟ ایرانی شدن، شما اگر عرفانه، البته حالا عرفان ریشه های تاریخی قبل از اسلام، ولی داره. اگر عرفان رو از ادبیات بگیری به قول آقای دکتر شفیع کتکنی، عرفان اسلامی ها، چون عرفان که راجع به این داریم صحبت، اگر عرفان رو از ادبیات بگیری هیچی توش نمیمونه. عرفان بود که در واقع رنگ و بوی انسانی به ادبیات ما داشت. اینقدر شما راجع به دل، راجع به مفاهیم نفسانی، راجع به نفس به معنای درونی،
راجب دل، ذوق، اینقدر نگاه ظریف و لطیف، همه اینا محصول عرفانه، آمیختگی بین عرفان و ادبیاته که با عرفان اسلامی، با این نگاه دینی اصلا آمیخته شده. حالا در دور رضاخان چجوری میخواستن این ادبیات که تو مولوی و حافظ و مثنوی و حتی تو فردوسیش هم وجود داره، صنایع و نظامی و اینا، چجوری میخواد اینا توش ناسیونالیسم در بیاری؟ یعنی باید اینا به تو تفکیک کنی دیگه، این عرفان رو که به یه معنا چیز ازش بگی، یاد نبگی که اصلا این ناسیونالیزمی که دارم روش تاکید میکنم ملیگه اینا هم توشه. خب اگه اینا توشه دیگه توش چجوری میتونی ناسیونالیسم رو در بیاری؟ این این واکنش وارونه بعد از انقلاب نسبت به این جریان این بود که نه، اسلامیت رو بذارن در برابر چیز ایرانیت، که تفکر غلطی بود، چون ما ایرانی ها یه جایی ایستادیم، موطنمونه، یعنی جایی که درش ایستادیم و به جهان نظاره میکنیم و خیره میشیم و در واقع فهم و درک ما از جهان جا از جایی است که ایستادیم. اینجا بود که اینجا بود که تشیع توی مملکت و اون عرفان، فلسفه، ادبیات، هنر اینا شکل گرفت. اگر این سرزمین رو برداریم، خب میشه بغداد، میشه عربستان سعودی، میشه افغانستان یا کشور. بنابراین پس شما هم به همین عقیده هستید که این مفهوم اصلا نمیشه تفکیکش کرد، یعنی اصلا کسی نمیتونه بیاد بگه من یه نظریه‌ای دارم که این اسلام من در ایران دارم بحث میکنم، در عراق و مصر و این چیزا رو بحث میکنم، یا عربستان یا در افغانستان یا پاکستان، البته اونم خیلی به ما نزدیک‌تر، ولی در اینجا وقتی شما دارید از اسلام صحبت میکنی، از اسلام ایرانیست باید بحث. به دولت پزشکان برسیم یه ذره. دولت پزشکان اومده، حالا بقول معروف به هر حال فکر میکنم از نظر نزدیکی و قرابت گفتمانی شما هم آنچنان فاصله ندارید با این دولت. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید در حوزه فرهنگ و ارتباط فرهنگ و دولت اتفاق تازه بیفته؟ چنین قدرتی داره که همین گرفتاری ها و خلاهایی که من و شما در موش بحث کردیم و این پراکندگی و تعدد رو یکم مدیریت بکنه؟ ببینه یه چشماندازی آقای پزشکان به وجود آورده، اون بحث عدالتی که مطرح میکنه و کلیدواژه یکی از کلیدواژه مهم ایشونه که بحث عدالت، حق، این مفهوم اشتراک چیزی هم ظاهری هم با آقای احمدی‌نژاد داره این کلمات. خب همین رو میگم. خب عدالت که خیلی هم مطرحش کردن، یعنی حتی تو ادبیات امام هم شما میبینید، تو ادبیات اسلامی هم وجود داره، برمیگرده به نهج البلاغه و این مبانی. از این ولی اینکه چه تعریف دنیایش کم تو ادبیات سوسیالیست میبینیم. آره. ولی اینکه چه تعریفی ازش میدید خیلی مهمه. همینطور که این نکته که شما گفت از این جهت مهمه که متاسفانه بحث عدالت در ایران خیلی روش کار نشده. یعنی مثلا آقای مطهری کارهایی کرده، نمیگم کتاب در موردش وجود نداره، ولی اینکه این عدالت هی رفتن گفتن جانباز بحث انصاف رو مطرح کرده، یه عده گفتن بحث عدالت توزیعیه، یه عده گفتن بحث در واقع دولت مقتدره که میخواد چیز بکنه، همه اینا این بحث، این تلقی که مخصوصا تو جامعه روشنفکری ایران وجود داره یا نهادهای پژوهشی دامن اینو بیشتر مبهمش کرده. ولی اگر ما برگردیم به خیلی گفتمان آقای پزشکان تو این زمینه دقیق و روشن نیست، چون برایشون که تئوریسین تو این حوزه نیستن که بخوان بیان این مفهوم و تبعید علمی بکنه یا بگه اصلا گفتمان من در باره عدالت یعنی چی. اینو از اون حدیث و روایت هایی که میخونه تنزلش بده یا در واقع تفصیلش بده، برسه به یک که ما در مثلا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چی کار باید بکنیم. آره، حوزه‌ای برخورد کنیم. خب، این هم که عدالت بیاریم الان هم تو برنامه وزیر ارشاد هم در واقع همین هست، یعنی بحث عدالت فرهنگی و توزیع و این حرفا. ولی به هر حال این جای کار داره، یعنی باید این تبیین بشه. ببین همونجوری که گفتم عدالت میتواند یه مفهومی تو حوزه اقتصادی داشته باشه که خیلی این مفهوم تو اقتصادی قویه، بیشتر معنی داره. خب یعنی اینکه آقا من یه منابعی دارم، این منابع رو میخوام تقسیم کنم بین مردم عادلانه. بعدم هم همه اینجا میگن که آقا مثل مارکسیستا یا سوسیالیستا که مهم نیست هر کسی به توان
به تناسب استعداد و کارش، بلکه از اون حیث که شهروندن به طور مساوی همه یه منابع ازش برخوردار میشه. این ضعیفترین و سست‌ترین تعریفی که از عدالت میشه داد. اما در جاهای آقای پزشکیان هم اشاره میکنه مقصود قائیش از عدالت این است که حق رو به حقدار بدیم. اگر اون بحث فاعلیتی که گفتم، اگر اون بحث اصنافی و مشابهتش با نهادهای فرهنگی که گفتم، اگر این مفهوم عدالت رو در اینجا بخوایم تفسیر بکنیم، یعنی اینکه حق این است که بخش خصوصی در حوزه فرهنگ همه کاره باشه، یعنی حق انتشار اثر، حق فعالیت‌های فرهنگی و مجوزایی که این داره میده، مثل مجوزای صنفی خودشون. شما اینو این عدالت میدونید؟ میخوام بگم که این دادن حقی که از دیگری سلب شده و من میخوام این حق رو بهش برگردونم. خب این یه مفهوم، یه بخشی از مفهوم عدالت. و این است که آقا من دارم یه اثری تولید میکنم، یه کتابی رو دارم منتشر میکنم، این حق منه به لحاظ شرعی، قانونی، عقلی که من صاحب این حقم. شما نمیتونید بیاید در مورد حق من بگی آقا من دولت و نماینده دولت دائما تصمیم میگیرم که این باشد یا نباشد. اگر هم بتوانید که میتوانید به یک معنا، باید بره تو دادگاه شما این حق رو از من سلب کنی. تو نظام بوروکراسی نمیتونی این حق رو از من بگی. یه کارشناس بیاد بگه آقا تو حق تولید این اثر رو نداری. من کارشناس، صاحب نظر، مدیر، معاون، حتی وزیر، این حق فرهنگی رو باید به خود صاحبان اثر برگردونده بشه. اینجا همون بحثی است که تو بحث دوم راجع به مجوزها کجا ببین، بحث این است که آقا وقتی که نهادهای صنفی حقی دارن و میتوانن یک کاری بکنن، دولت باید از این حوزه عقب نشینی کنه. پروانه نش چه ربطی به دولت داره؟ یه مثل پروانه کسب و کارهای دیگه که همه اصناف دارن، یه تحت زید وزارت کار دارن فعالیتش رو انجام میدن. منم یه صنفم، بله. میخوام این انجام بشه. حالا ممکنه ارشاد یه ثوابت داشته باشه که اصلا میتونم واردم، ولی طبق اون قانون کار اصناف متولی این پروانه ها باید میتونم باشه. بحث سیاست گذاری و قوانینش همینجوره. بحث مهمترش اینه که حق مالکیت فرهنگیه. من یه بنگاه فرهنگی هنری تأسیس کردم، یک دفعه دولت میگه آقا این بنگاه تعطیل، مطبوعات، نشر، سینما، کارگاه موسیقی، کارگاه شعر، کارگاه ادبی، کارگاه فلانه. وقتی که من مالکم، این مالکیت اگر در اسلام محترم است، چرا این دولت ناعدلانه میاد این محترم بودن رو نقضش میکنه و از بین میره؟ میخوام بگم این عدالت به یک معنا میتونه اگر تفسیر موسعی ازش بشه، میتونه برگردوندن اون حقی بود که به طور تاریخی از فرهنگ فعالان حوزه فرهنگ هنر ثبت شده و به ناحق دولت در همه حوزه وارد شده. این حق، این عدالت یعنی که از حوزه من خارج شد. این با این زمین بازی متعلق به بخش فرهنگ هنره. تو میتونی به عنوان ناظر، مشاهدگر بیای و ببینی اگر اخلال ها و بی‌نظمی هایی در سطح کلان داره به وجود میاد، نظر رو بکنی، این میتونه دخالت بکنی، اونم مخصوصا در طریق قوه قضاییه. نه به حتی میتونی در سیاست های حمایتی که بودجه داری میذاری بیای در واقع سیاست های تعیین بکنی، اونم جایی که داره اخلال میکنه، ولی حق تصمیم گیری کل و جزءشو که نداری. برداشت من این بود که جناب طالب زاده، اینه که عدالت رو شما در همین چیزایی میدونید، یعنی اهمیت دادن حق خصوصی، اقشار، اصناف و تشکل‌هایی که تخصصی هن و خصوصی هن. این عدالت به نظر شما تا چه میزان آقای پزشکیان میتواند؟ خب این یه مسئله، این که این تفسیر رو میشه ازش کرد و تفسیری است که احتمالا اگر آقای پزشکیان و وزیر شدن بگی احتمالا میپذیره، و اینکه چقدر دستش باز باشه به نظر من
بستگی با این داره که چقدر این نظام بوروکراتیک و سیاست ها دنبال اجرا کردن این هدف ها باشن. اگر بخوان برن سراغ یه مفهوم حداقلی از عدالت، یعنی اینکه توزیع منابع، کاغذ، فیلم، زینگ که حالا اینا نمیدن، ولی تو حوزه موسیقی، تو حوزه سینما، تو حوزه تئاتر، بودجه ها رو بگیم آقا میخوایم عادلانه توزیع بکنیم. این اتفاق مهمی در حوزه فرهنگ هنر نیست، کم و بیش تو دورایی هم وجود داره، یه سابقه هم داره، توأم با فساد هم حتما خواهد بود. یعنی وقتی دولت اصلا میخواد یا به صورت مستقیم چهره به چهره و طریق توضیح بکنه، حتما این وسط هم قطعا و بدون تردید فسادهایی هم رو خواهد داد. خب اینکه چقدر دولت توان مقابله با این فساد رو داره، و متاسفانه نکته‌ای که الان وجود داره این است که فساد، مسئله فساد داره از ادبیات دولت تو همین چند ماه اخیر داره کم میشه. یعنی شما هی بحثای دعوا نکنیم با همباشی، وفاق ملی، اینا رو دارید میبینید، ولی مسئله مبارزه با فساد چی شد؟ توی اون شاخص های تعیین آدم ها و تعیین وزرا و تعیین معاونی که حالا از این ببرد، چقدر این شاخص و معیار مهمه که طرف سابقه مبارزه با فساد، نه که خودش فاسد باشه یا نباشه، اینش مهم نیست، چقدر سابقه و تجربه مبارزه با فساد به لحاظ ساختاری داره، نه به لحاظ فردی که دو تا کارمند رو بگیره، نه به لحاظ در واقع اون گروه های زینفی که دارم شدنیه بان. خیلی سخته آقای طالبزاده، شما حساب کن به معنی شده شما حساب کن مثلا نیست. شما حساب کن اصلا بحث فسادش هم بذاریم کنار، یه بدنه بسیار بزرگ و متعددی از نهادها و افراد و دفاتر ما داریم که دارن بودجه میگیرن، شاید کاری هم نکنن، شاید هم بخونن، ولی کار تجاری نیست، کاری یعنی در حوزه فرهنگ کاریه که اصلا پاسخگویی هم درش نیست، نظارتی هم برش نیست، بعد فساد هم طبیعتا هست، این در رفت برگشت، این در اعمال این ردیف بودجه، در دادن این پول ها، اینها اینقدر بزرگی و متعدد و دولت ها مختلفن در اون هم در این سیستم که امکان جمع آوری این نیست. آیا شدنیه به نظر شما؟ ببینید مسئله فساد، مسئله منظور من میدونی چی بود؟ حتی اگه ارادش هم وجود داشته باشه؟ نه، اگر ارادش وجود داشته باشه و اگر دولت، همونجوری آقای پزشکیان، یکی از مسائل مهمی که مطرح کرد تو مناظراتش و بخشی از آراش هم مربوط به همین مسئله فساد بود، اگر اینو مصمم باشه، نمیخوام بگم در ظرف 3-4 سال میشه حلش کرد، ولی آروم آروم میشه زمین دشمنان قدرتمندی رو بیدار خواهد کرد. بله، خب کار به همین دلیل سخته. آقای پزشکان حرفای خیلی سختی زده، یعنی اینجوری حرفای آسونی نزده. مثالی همین اواخر زد، گفت که ما نمایندگان رو میفرستادن برای در قالب هیئت‌های دوستی این ور اونور. خدا وکیلی بحث ناکارآمدیه. آره. خب بحث فساد نیست، اون بحث ناکارآمدی و در واقع اینکه اثر بخشی اصلا دنبال چی هستن، چیکار میخوام بکنن، اون یه بحث دیگه است. ولی فساد ساختاریه. فساد ساختاری یعنی که وقتی شما یه دولت فربه داری که در همه زمینه ها میخواد در واقع خودش دانا میدونه و میخواد مداخله بکنه، به طور طبیعی توش فساد در میاد. شما برای اینکه این کارو بکنی، همون کاری که یعنی حرفایی که باز از تو ادبیات آقای پزشکان هم وجود داره، ولی چقدر عملیاتی میشه مهمه. و اون این است که چقدر حاضر دولت از عرصه هایی که فعالیت بخش خصوصی میتواند، مثل حوزه فرهنگ هنر داریم بحث میکنیم، تو حوزه نشر، تو حوزه مطبوعات، تو حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، تو این عرصه ها واقعا چقدر دولت مصممه و اراده کرده که از این حوزه عقب بشینه، بذاره اونها فعال بشن. ببینید همونجی گفتم این مفهوم مشارکت مفهوم غلط اندازیه، مفهوم تحریف کننده ایه. یه موقع میگه من مقتدر همه کاره این حوزه هستم، تو بیا با من مشارکت کن، بخش خصوصی بیاد با من مشارکت کن، اسلام نهادها بیان با من مشارکت بکنن در اون کاری که من دارم انجام میدم. یه موقع مشارکت یعنی به معنای دقیقش این است که من حوزه هایی که به تو مربوطه، متعلقه به توه، زمین بازی توه و به طور عقلانی، قانونی،
به تو مربوط میشه، میرم عقب، عقب نشینی میکنم، این زمین رو خودت انجام بده، این اینو مشارکت. خب این بازی، بازی نهادها، گروه‌ها، بازی در واقع فاعل و مخاطبه، یعنی مصرف کننده و تولید کننده، مولد و مصرف کننده. این بازی من فقط دولت ناظره که این اخلالی درش ایجاد نشه، این مقرراتی تنظیم میکنه، حمایتی میکنه از زیر ساختا که این بازی به خوبی انجام. این مشارکت شما قبول خب دارید؟ این مشارکت نیست، این یعنی این که من حامی شمام. ببین داره جا به جا میشه، این مفهوم داره جا به جا میشه. دولت اگر بخواد مشارکت بکنه، یعنی دولت فرهنگی، حالا این میگن دولت فرهنگی مقابل فرهنگ دولت، نه مقابل فرهنگ دولتی نیست، چون در دولت فرهنگی رکن اصلی دولته، صفتش فرهنگیه، یعنی بنیان قضیه دولته، صفتش و در واقع صفت رفتاریش، کرداریش یا در واقع مدیریتش فرهنگی، تمرکز و اولویتش فرهنگی، ولی بنیادش بنیاد دولته. دولتی حالا تو بگید نمیم فرهنگ دولتی یا هرچی، این یه چیز داره جریان تاریخی داره با این کلمه بازسازی میکنه. ولی اگر بگی که این حوزه مثل آقا مگه دولت تو حوزه اصناف و اینو میاد میگه که اگر درست هم بعضی وارد شدن این بحث مثلا لوازم منزل، دولت میاد میگه آقا من میخوام یخچال تولید کنم، میخوام رادیو تلویزیون، رادیو و تلویزیون و کامپیوتر من فلان اینا تولید کنم. خب میگه آقا این هم مثل همون محصولات فرهنگی هم بخش خصوصی با سلیقه و گرایش های قومی، مذهبی، همه داره تولید میکنه، زاغه مشتری. خب بنابراین این بازی بین مصرف کننده و تولید کننده بازی ایناست، زمین متعلق به اوناست و اصناف هم نماینده های این سنف هستن. خب بنابراین من به عنوان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی از این حوزه میام بیرون، سیاست گذاری میکنم، حمایت هم نه به صورت مستقیم که هر کسی با وزیر دوست و آشنا و رفیق بیشتر میگیره یا ارتباطات شخصی بیشتری با مقامات داره، بودجه های بیشتری میگیره و اونی که تو سیستان و بلوچستان، کردستان یا توی اهوازه به دلیل دوری، به دلیل در واقع فقر ارتباطی کمتر بهره میبرن، اون رو به صورت غیر مستقیم توزیع میکنه، حالا در قالب مالیات یا هر شکل دیگه. این بحث در واقع عدالته. در حوزه وفاق ملی هم همینه. وفاق ملی، ببین یه موقع میگیم وفاق ملی یعنی منظور وفاق جناهاست که با همدیگه همکاری داشت کنن، این کل این جناها، اصلاح‌طلب، اصولگرا، اینا که الان هستن، پایگاهشون تو جامعه چند درصده؟ چقدر صاحب رأی شدن توی این انتخابات؟ عدد خیلی کم. خب بنابراین این وفاق، این وفاق ملی وفاق جناها نیست. این مفهوم آقای پزشکیان باید سریعا نظریه خودش یا تئوریای مربوط به این رو شفافش بکنه، از طریق افرادی که در واقع تئوریسین ها، متفکرین که دور ورش داره، اینو باید واضحش بکنی. یعنی چی؟ مهمترین نکته این است که وفاق ملی در کدوم زمین انجام میشه؟ زمین دولت، حاکمیت یا زمین جامعه؟ اگر وفاق ملی در زمین جامعه انجام میشه، خب بخشی از این جامعه همون 60-70 درصدی هستند که به این سیاست ها و روندهای جاری جامعه معترضند یا منتقدند. خب؟ بنابراین این وفاق کجاست؟ تو حوزه فرهنگ ارشاد اسلامی، تو حوزه فرهنگ و هنر که داریم به صورت خاص بحث میکنیم، وفاق ملی یعنی چی؟ میدونیم که بخش مهمی از اقشار فرهنگی و هنری تو انتخابات مشارکت نکردن. یعنی شما در دوره‌های قبل که میدیدی خیلی فعالن، تو کمپین ها بودن، تو ستاد ها میامدن، هر کمپینی وصل بود به چند تا هنرمند، خب؟ چند تا چهره، چند تا ولی سازمان این هنری. شما غیبت اینا رو میبینید. آخه اصلا چند نفر یه تعدادی امضا کردن از بعضی از این و بعضی هم از اون، ولی فعال نه، نبودن، نه کمرنگ بود حضور. خب هنر و فرهنگ خب کرده. این نشون میده که مخصوصا نسل های گوناگونی که داره،
نشون میده که وفاق ملی یعنی که من بتونم با اون جامعه قهر کرده فرهنگ و هنر. شما به عنوان مثلا فرض میکنیم آقای رئیس جمهور از شما مشورت بخواد، این مکانیسم، این نمیدونم جاری کردن این کلمه وفاق ملی در جامعه چگونه است؟ خب ببینید، وفاق ملی ما میگیم، شعار میدیم که آقا با همیم دعوا نکنیم، یعنی تنزل نه اینکه خروجی عملی بگیریم. حالا تنزل میگیم مسائل اخلاقی که آقا آره. تهمت نزنی، این مشکل مشکل اخلاقی، اگر شما یه خود اخلاق اینجا می صحبت بکنیم، ولی اگر وفاق ملی به معنای ساختاریش بخواد تعریف بکنه، یعنی آقا حق من رو به رسمیت بشناس. من در حوزه فرهنگ و هنر به عنوان یک شهروند فرهنگی هنری حقی دارم. این وفاق ملی، وفاق ملی در رعایت حقوق همه است، نه وفاق ملی در شعارهای سیاسی فرهنگی، شعارهای سیاسی این حرفا. وفاق ملی یعنی اینکه من فرهنگی، شهروند فرهنگی آزادی بیان داشته باشم. من فرهنگی یعنی شهروند فرهنگی، من در واقع حق دسترسی به این منابعی که داره توزیع میشه، چه من شهروند ترک، شهروند کرد، چه شهروند عرب، چه شهروند بلوچ یا تهرانی و شهروند زرتشتی، شهروند الحسنون، این وفاقی وفاق ملی، وفاق در مورد حق ملیه، در مورد حقوق ملیت ها، گروه ها، فلان حرف ها. نه اینکه با هم دیگه میثاق می‌بندیم، با هم دعوا نکنیم، اختلاف نداشته باشیم، رعایت بکنیم ادب و زبان و فلان حرف ها. بله. خب این وفاق ملی باید ترجمه بشه. بله، مثلا آقای قالیباف با آقای پزشکیان بشینن کنار همدیگه گفتگوی خندانی داشته باشن، یا مثلا جناح های مختلف و پایداچی هم بعدن سر عقل بیان و اونم مثلا بشینن، این چه اتفاق تو جامعه میفته؟ هیچی. برحال بحث ببخشید، زنان جوانان، زنان حجاب، اینا هم بی ارتباط با فرهنگ نیست. آقای مثلا ترجمهش در قصه زنان، آقای پزشکان تاکید هم داشتن در مورد بحث تر نور، در مورد گشت ارشاد تاکیدات زیادی داشتن. اینجا چگونه ترجمه میکنید شما؟ هم بحث ببینید، حالا مسئله متنوعه، اگر بخوایم واردش بشین تک تک بحثش چیز بکنه، من همون بحث حق رو میگم. من میگم اون عدالت با وفاق ملی باید پیوند بخوره و هر دو در واقع به یک معنا این که حقوق انسان ها رو رعایت کنه. من نمیخوای واردش بشید، چیز دارید معذرت دارید؟ نه من معذرت ندارم، میخوام بگم که خیلی چیز میشه. ببینید مسئله این است که انسان ما دائم با این جهانی شدن، ارتباطات، شبکه‌های جهانی، بحث انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات، مثلا این است که من خودم رو توی جهان وسیع‌تری دارم می‌بینم، تعریف می‌کنم. نسل جوانش همینجوره، پیراش هم همینجوره. یعنی این آگاهی که امروز نسل پیرا داریم از چیز، از جهان، تحولات، اتفاقایی که داره میفته، اتفاقای پیرامونی، اتفاقای ملی، فراملی و جهانی، بنابراین تو این زیست جهانی که داریم زندگی میکنیم، من یه تعریف دیگه از خودم، از محیط پیرامونم و از جامعه دارم تا نسبت دهه 60. اصلا این فضای قابل مقایسه با هم دیگه نیست. خب و تو این فضا من خودم رو در قیاس با اون فرهنگ‌های جهانی و شهروندهای جهانی صاحب حقی میدونن، حق بیان. تو حوزه فرهنگ داریم بحث میکنیم، حق بیان، حق آزادی، حق تولید فرهنگی، حق مصرف فرهنگی و ارتباطات و در واقع مراودات و مراودات فرهنگی. بله، من نمیخوام زیاد شما رو به قولان ببرم به یه سمتی که تمایل ندارید. نه من مشکل ندارم. ببینید، بحث پوشش اسلامی ایرانی بودنش و موضوع زنان، همچین ببین اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بودن ما اینقدر به هم آغشته شده و گره خورده که نمیتونیم از اون. به هر حال آقای پزشکیان در حوزه عدالت، که اگه شما میخواید عدالت یعنی جاری کردن حق در جامعه، یکی همینه که خود ایشون هم تاکید داشتن. آیا ایشون میتواند در این قضیه ورودی بکنه، در قضیه زنان میتونی صحبت کنی در این باره؟
یعنی مسئله حجاب به حجاب و گشت ارشاد به هر حال گشت ارشاد دو تا مسئله فرنگیه. ببین گشت ارشاد یه تله شکست خورده است. این مثلا شما ما رو ببرید به بحث گفتمان جهانی نه. الان مخاطب دوست داره شما میخوام میگم نه من دارم از میخوام میگم بشناسیم این آدم ها رو این جوان ها رو بشناسیم نه جوان ها و زنان و فلان اصلا کل جامعه رو بشناسیم. اینا شهروندای جهانی هستند که اینجا دارن زیست میکنن. خب نمیخوام بگم که حالا بحث غرب زدگی و بی وطنی و بی هویت و فلان حرفا این حرفا خیلی حرفای سطحی نیست. سطحی است به این معنی که من اینکه ایرانی هم اگر احساس آسایش رضایت و خوشنودی بکنم در این زیست فرهنگی از زیست جامعه خودم هیچ تعلقی به جامعه جهانی زیستن در جای دیگه ندارم. مشکل از جایی شروع میشه که من احساس میکنم در اینجا تحقیر شدم و این تحقیر رو به هر شکلی بروز میدم. نهایتش هم مهاجرته. خب و حالا بحث زندگی هم هست دیگه. تو اصلا امکان زیستن به لحاظ اقتصادی وجود نداره برای خیلی از طبقه متوسط به پایین. برای طبقه اشراف و لاکچری و اینا اون زیستن هر جوری آره. حتی اونا هم متمایل به چیزن چون بعد عیش و نوششون این هست که برن یه جای دیگه زندگی بکنن تو کانادا و آمریکا و فلان حرفا. بنابراین این اینو درکش بکنیم بعد می‌بینیم که گشت ارشاد مکمل اون تحقیر است. مکمل این که آقا تو هیچی نیستی، تو یه ابزاری که من باید دیکته بکنم موها چجوری باشه، لباس چجوری باشه، اندازش، سایزش و و و که آخر تو اون مهسا هم شما دیدی حتی اون استانداردی که اون داشت از حجاب الان جزء آرزوهاست دیگه. یعنی اون مدل این به دلیل این است که این نظام بوروکراتیک پلیسی خودش نمیتونه با واقعیت رو تنظیم بکنه. فکر میکنه حجاب یعنی چادر، پس مهسا مشکل داره. خب برخوردی که باش میکنه برای این جواب نمیده. من ببینید در حوزه فرهنگی و سبک زندگی ریشه های اجتماعی اقتصادی داره تا ریشه های فرهنگی. یعنی بحث این نیست که اون آدمی که حجابش رو ور میداره اعتقادات سکولار ضد خدا و ضد دینی داره، معترض نسبت به وضعیت موجود. شبیه این بحث رو شما در مارکسیست های و چپ های قبل انقلاب داشتی. مارکسیست ها و چپ های قبل از انقلاب اول به لحاظ اجتماعی ضد دین می شدند، بعد جذب گروه ها و جریان ها می شدند، بعد آموزش های ایدئولوژیک می دیدند. یعنی توی این فرایند معکوس آغازش از لجبازی بود. یعنی پایانش این بود که طرف مارکس و لنین و این چیزا رو می خوند. خب بعد این علما متفکرین اسلامی حوزه ما فکر می کردن اون نقطه خروجی مبدأ که مارکس و لنین و اقتصاد سوسیالیستی و میرفتن با اون مبارزه میکردن. یعنی مبارزه با معلول در که علت تو جامعه بود. وقتی من تضاد و بیعدالتی تبعیض رو تو جامعه میبینم دنبال این میفتم که یه دستگاه و نظام فکری دلم خونک کنم برم اول لجبازی مبارزه با این اینو پیدا بکنم. وقتی در اسلام پیدا نمیکنیم میره در سمت خب همین میخواستم واقعا جمله آخر آقای پزشکیان با این مفاهیمی که ما گفتیم چه نسبتی خواهند داشت؟ ببینید آقای پزشکیان انصافا به این موضوعات علاقمند نشون داده خودش و بیان کرده و این بی‌عدالتی تبعیض و تحقیر اینا هدف تو ادبیات شما میبینی. اینکه چقدر میتونه این کار رو بکنه و توانایش داشته باشه ما هنوز برنامه ایشون ندیدیم. خب یکی از امیدواری هایی که وجود داره اینه که رابطه خوبی با نهاد قدرت پیدا کرده و زبان هم این سرمایه خیلی خوبی هم. آره و زبان مشترک پیدا کردن. این از این برای بقول معروف یه سری قدرت اقناع کننده اگر داشته باشه از اون برم طبیعتا آقای پزشکیان هم انتظار داره که یه دست مانوری بهش بده، میدانی بهش بدن برای بعضی اقوالی که داده، بعضی از وعدهایی که داده. این به نظر روی شما اتفاق میفته نشون دادن تا با اینجا که به نظر من حکومت حاکمیت وعده بهش خوش رویی نشون دادن نسبت به آقای پزشکان در این کار. اینکه آقای پزشکان چقدر بتونه از این سرمایه استفاده بکنه
بعد ذهنش منحرف نشه به اینکه کابینه باید نمیدونم همگرایی نمیدونم آشتی ملی یا این چیزا، یعنی وفاق ملی به معنای جناحیش، به این سمت نره و بتونه یه بدنه مدیریتی آگاه و مصمم و شجاع نسبت به این تحقق. شجاع یعنی این شجاعت خیلی مهمه، یعنی این عنصر اصلی و فقدانش مسئله اصلی جامعه ماست. مدیران خیلی چیزا میدونن، جرأت تصمیمشو ندارن. متشکرم. جمله آخر، اگر چیزی بحثی مونده که شما بیان نکردید. نه به نظرم جمله چیزی نداره. من به نظرم میرسه که برگردم به اون چیز، برگردم به اون مقدمی که اولش گفتم. ما اگر فرهنگ و هنر رو به معنای واقعی و زیست جهانش درک بکنیم، نه به معنای کالا و محصولات و این چیزایی که تولید میشه یا دولت داره تولید میکنه یا سیاست گذاری میکنه که تولید بشه، اما به معنای زیست جهانش و اون جهان فرهنگیش فکر بکنیم، اینجا جاییه که ما یه عقبه نیومند تاریخی داریم از قبل از اسلام و بعد از اسلام، و اون تعامل، گفتگوهایی که نه به صرفا نمایشی به معنای که شو بذاریم، تجربه واقعی زیسته، به معنای اینکه من در درون خودم احساس بکنم به شما نیازمندم. اصلا فرهنگ در تعامل با دیگری شکل میگه، معنی ادبش هم همینطوره، ادب فرهنگی. خود فرهنگ به معنای این است که ما در یک این باور رو داشته باشیم در یک جهان فرهنگی داریم با هم زندگی میکنیم. شما در هر کسب و کاری، در هر در واقع زیستی که داشته باشید به لحاظ فردی، میتونید بگید من کاری به دیگران ندارم، میتونم برم شعرم بگم، داست کاری کسب و کارم رو داشته باشم، به کسای دیگه هم کاری داشته باشم. ولی در جهان فرهنگی به معنای خلاقش و به معنای پویایش و به معنای اصیلش، من به تو نیازمندم، این من با تو ساخته میشه. تا اگر توی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه، من به تنهایی با مونولوگ خودم، با این گفتگوی در تنهایی خودم نمیتونم فرهنگ رو بسازم. این فرهنگی که ساخته شده و شما تولوعش رو در فردوسی و فارابی و سهروردی و مولوی و حتی مولا صدرا و حافظ و سعدی و اینا میبینی، اینا به خاطر اون همزیستی فرهنگیه که با دیگران، هم یونانش، هم هندش، هم شرق آسیا، چین و بوداییسم و اینا، این تعامله بوده که فرهنگ ایرانی اسلامی شکل. اگر شما کسی رو دارید به نام ملا صدرا یا مولوی یا حافظ، محصول این تعاملات و گفتگوهای فرهنگی هست. این اگر شکل بگیره، یک نکته خیلی جالبی در این مورد یکی از کشورهایی که حالا میخوام اسم ببرم، چون بعد از جنگ جهانی یکی از کشورهایی که خیلی آسیب دیده و ویران شده بود، آمریکا بهش بودجه کلانی داد، حدود 400-500 میلیون دلار، و اینا رفتن این رو صرف ساختن زیرساختهای فرهنگی هنری کردن، جشن، تئاتر، یعنی سنهای مربوط به تئاتر، سینما، تئاتر، موسیقی، فلان فلان. اعتراض کردن که برای چی شما این پولی که داشتی رو بردید صرف زیرساختهای فرهنگی هنری کردی؟ میرفتی باش جاده میساختی، پل میساختی، نیروگاه، کارخونه میزدید، آب، برق، فلان یه حرفا. نکته مهمی رو رئیس جمهور وقت اون موقع گفت، اگر انسان‌ها موجوداتی فعال، شاداب و با نشاط باشن، جامعه را میتونن که از کشور نام نمیبرید؟ اتریش. اتریش؟ که الان مرکز فرهنگ هنری جامعه. یعنی اینکه اگر شما، حالا به یه معنا اقراق‌آمیزش نمیخوام بگم این باید بیفته، اگر ما بتونیم انسان شاد، بانشاد، خلاق و پویا این زمینه هاشو جامعه ایجاد بکنیم، پول مهم نیست، اینا جامعه رو میسازن. ممنونم. سلامت باشید. ممنونم. تشکر میکنم بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ما رو دنبال کردید. منتظر برنامه های بعدی ما باشید. خیلی متشکرم.